به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به ما رسید. مقام‌های محلی طالبان خبر دادند بامداد شنبه بر اثر غرق شدن یک قایق در دریای در ننگرهار 20 نفر کشته شدند. دفتر والی طالبان در ننگرهار گفت تاکنون 85 نفر از قربانیان این رویداد پیدا شده است. گفته شده است این قایق حامل 25 نفر از جمله زنان و کودکان بود. بر اساس اظهارات مقام‌های طالبان این قایق جنراتوری حوالی ساعت 7:30 بامداد روز شنبه در ولسوالی مهمندره غرق شده است. طالبان گفتند 5 نفر از سرنشینان قایق نجات داده شدند. در بیانیه آمده تیم‌های کمک اضطراری وزارت صحت عامه طالبان و سایر مسئولان این گروه به خاطر جستجوی اجساد قربانیان به محل حادثه اعزام شدند. از سوی هم ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور می گوید که هیئت اعزامی وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه و منظور بررسی وضعیت منار جام از این بنای تاریخی بازدید کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور گفته که این هیئت روز گذشته با تیم فنی به ساحه منار جام رفتند. در خبرنامه آمده است که نحوه پاککاری رسوبات بجا مانده از سیلاب در رودخانه جام بررسی شده و قرار است در آینده نزدیک کار پاککاری این رودخانه و استحکام بندی بیشتر اطراف منار جام آغاز شود. سیلاب های ویرانگر اخیر در غور به منار جام نیز آسیب زده است. پیشتر عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور نیز گفته که سیل تا 2 متری منار جام رسیده و آب به داخل این بنا نفوذ کرده است. در این حال ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور درباره میزان آسیب های وارد شده توضیح نداده است. منار جام در ولسوالی شهرک غور در دره موسوم به جام در نقطه وصل رودخانه جام و هریرود موقعیت دارد. این منار یکی از بلندترین منار خشتی جهان شناخته می شود. این منار در زمان سلطنت سلطان غیاث الدین غوری از پادشاهان تمدن غوری ها به ارتفاع 65 متر ساخته شده است. منار جام در سال 2002 در فهرست میراث فرهنگی جهانی در سازمان یونسکو ثبت شد، اما گفته می شود که در این دو دهه هیچ توجهی به این بنای تاریخی نشده و همواره نگرانی درباره فروپاشی آن وجود داشته است. و در پایان، قرقیزستان پروژه کاسا 1000 را تکمیل می کند. وبسایت آسیای مرکزی تایمز گزارش داده است که قرقیزستان قصد دارد پروژه کاسا 1000 را در سال جاری میلادی در افغانستان تکمیل و سال آینده از طریق افغانستان به پاکستان برق صادر کند. این وبسایت همچنین گفته که کار باقی مانده این پروژه از سوی تاجکستان و قرقیزستان در سال جاری میلادی در افغانستان تکمیل و در سال آینده 1.25 میلیارد کیلووات برق و پاکستان از طریق افغانستان صادر خواهد شد. در این حال خبرها از آغاز پروژه کاسا 1000 در حال منتشر می شود که در سال جاری میلادی توافقنامه برای از سرگیری پروژه کاسا 1000 میان تاجکستان، قرقیزستان، پاکستان به امضا رسید. این در حالی است که پروژه کاسا 1000 از پروژه‌های مهم و حیاتی انتقال برق قرقیزستان و تاجکستان به جنوب آسیا است که با تکمیل آن 300 مگاوات برق برای افغانستان تامین خواهد شد. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.